همون وضعیتی که در بدخشان قرار دارد. سیاست شناسان و صاحب نظرانی تاجیک تظاهرات اخیر در خاروغ را ادامه حادثه های سال 2012 عنوان می کنند. پرویز ملاجانوف سیاست شناسی تاجیک در پاسخ به این سوال که زمینه های سر زدن این تظاهرات در خاروغ از کجا منشأ می گیرد گفت در بدخشان جامعه شهروندی قوی تر است. به اعتقاد این نظر شناسی تاجیک ساکنان بدخشان مثل کلیه مردم تاجیکستان با برخی از پدیده های ناعدالتی روبرو هستند و خواستند در این مورد اعتراض کنند. شخصانی با مانند عبیرزاده این یک پدیده علاقیده نیست. در دیگر ویلایت های ما اون رو دیده می توانیم. اما عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک وقوع حادثه اخیر در خاروغ را با اشتباه حکومت مرکزی و ادامه حوادث سال 2012 مربوط می داند. حکومت باید سیاست خودش نسبت مردم تغییر دهد. باید احترام به حقوق مردم را اعتراف کند و این احترام نسبت حقوق مردم را ارزگذاری کند و اون برای مردم مهیا سازد. بدخشان این یک نمونه آشکارای وضع امروز در تمام تاجیکستان است. این چیز می تواند که در دیگر منطقه ها هم رخ دهد اگر به همین شیوه حکومت رفتار کند. حکومت باید که از این حادثه بدخشان برای خودش یک درسی خیلی مثبت گیرد. مراد محمدشایف خبرنگار تاجیک می گوید که در میان مقامات تاجیک نفرانی هستند که جانبدار تشنج وضع در کشور به ویژه بدخشان هستند و شاید هدفهای را دنبال می کنند. قبل از همه باید همه گناهکاران جزا داده شوند، به خصوص نمایندگان دادستانی و میلیسیا که در مرگ این آدمان گناهکار بودند. دوم، تمام نیروهای اضافی که به حدود ولایت وارد کرده شدند و هیچ کاری نمیکنند باید از قلمرو بدخشان بیرون کرده شوند، زیرا حضور آنها زمینه را برای دوباره سر زدن چنین تظاهرات فراهم میکند. تظاهرات در مرکز شهر خاروغ روز 25 نویبر پس از آن سر زد که به نقل ساکنان گلبدین زیابکوی 29 ساله در عملیات مقامات کشته شد. در این عملیات همچنین ساکن دیگر رشتقاله گلنظر مرادبکوف زخمی شده دیرتر در بیمارستان درگذشت. در درگیری های بین پلیس و اعتراضگران در خاروغ روز 25 نویبر شهروند دیگر توتیشا امیرشایف کشته شده است. مقامات تا این دم زخمی شدن 5 کارمند نهادهای قدرتی و یک وکیل پارلمان را تصدیق کرده در باره کشته شده ها چیزی نگفت.